اسم سیدعلی رو از این به بعد میخوام بذارم ابوالامراض. بدبخت فلک زده کلکسیون درد و مصیبته. عراق و سوریه و اتمی کم بود، حالا آبل مرغون اوکراین گرفته. این وسط دامپزشکای نظامم هر چی زور میزنن فقط درد و تشریح میکنن، خبری از درمون نیست. یکیش این یارو از مجلس بهوش. اگر تصویر یا تصور مذاکره کنندگان این است که سرنوشت کشور رو گره بزنیم به این مذاکرات، این 100% اشتباه است. 100% اشتباه است، برای که دشمن با تکرار میکنم با دشمن داریم مذاکره میکنیم. ببینید اتفاقاتی که چند روز گذشته در اوکراین افتاد، دو هفته طول نکشید با تظاهرات خیابانی دولت رو تغییر دادن. من کار ندارم این دولت خوبه یا دولت قبلیشون خوبه، اما اینکه یک رئیس جمهور منتخب رو مثل اون چه که در مصر اتفاق افتاد با تظاهرات خیابانی تغییر بدیم، این همون چیزی بود که ما روبوش مقاومت کردیم و اجازه ندادیم به این کشور در فتنه اتفاق بیفته. عجب مقاومتی کردید که بعد از 4 سال هنوز که هنوزه تا اسم اون داستان میاد همتون با هم کهیر میزنید. گذشته از این حرفا راستی چرا دوم به مذاکرات و به گیس اوکراین گره میزنید؟ قضیه چیه؟ من با جسارت و عذرخواهی میگم ما امریکا رو دشمن جدی میدونیم. فکر میکنم بعضی از مذاکره کننده های ما اونقدر این رو دشمن رو جدی نمیگیرن. نه، ما اونا رو دشمن میدونیم. ببینید این مسئله ای که من در مورد اوکراین عرض کردم مسئله مهم نیست. باز که گره قاطری داری که این یاسینا رو تو گوشه کدوم خرداری میخونی؟ آخه بدبخت خودت هم که ریشه گیر مذاکره است. سیدعلی هم قبل از این که دومی به خنبه زهر بزنه باید این فکرها رو میکرد. الان دیگه کار از کار گذشته و نظام افتاده تو سرپایینی خسارت. همه صاحب نظران سیاسی و اصحاب رسانه ها فضای بحث و گفتگو را در جهت تحقق رونق تولید سوق دهند، مخصوصا برخی مسائل حاشیه‌ای و جدال ها بر سر آنها ذهن جامعه را از مسائل اساسی اقتصادی منصرف و بازار بگومگو و سوءظن را تدارک نکند که برای کشور جز خسارت فایده ای ندارد. آره دیگه، سوء زنه، خسارته، دین دارم دامه. همینجوری میشه که خرچنگ نظامم به خورناش کشی میفته و تب مالاریا میگیره. ممکنه بعضی ها بگن آزادی کجا رفته؟ سخن این است که در هیچ کجای دنیا آزادی به قید و شرط نیست. و بعضی ها میگن خوب شما برید جواب بدید. این مثل این است که میکروب مالاریا رو کسانی بیان منتشر کنن بعدم بگن پزشکا بیان درمان کنن. میکروب مالاریا کجا بود؟ این یکی که به جون ولایت افتاده قاقاریاست. نمیبینی چجوری خفتشو چسبیده داره خفش میکنه؟ بعد یه ویژگی دیگه هم این مرض داره که میکشه به اعصاب و باعث میشه یه چنین زیگیلایی از چشم و چال ولایت بزنه بیرون. نگاه کنید. یارو زلزلی فکر میکنه با این ادا و اطفالا میتونه سر و ته قضیه رو هم بیاره و قانقاریای ولی فقیه رو درمان کنه. نه ترشک، کور خوندی. شغال هر لباسی هم تنش کنی و اترود و کلوم بزنی بهش باز شغاله. خرپم شدی توفاله، پس برو حالا تو زباله. ما تو مشکلی داری، تو با این قیست میری قوم عجب دلی داری. میشینی یا پی میکنی گریه داری، شبا هم نمیخوادی تا سری داری. تو سخنگو واسه هر زلی داری، هر کی از را میرسه به دیگه دری بری. سیدعلی تو مختل شدی به یه بیماری که داری میمیری و دیگه آخر کاری. بگو آخه تو به کی چیت میناسی؟ دست آخرت شده داری میبازی. بدو 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 برو بیل بازی تو درازی. حالا آیه شده
بیوز ما نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد. عکس عزما رو نگاه کن زیر کفشای همه، دو تا لنگاش رو هوا تو مایه زیر یه خمه. هی میگه میرم میگنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه. والا دوده والا دمه، شریعت مداریه. خودو بیا بابا بیا، حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گرگوری، وای خدا نگاه اما مشو. من میخوام بیام بازد، دوست دارم تو بگی دمامشو، اگه داری خفه نشینی میری یکی بکشه هوا کشو. تورید ان تصدر ولای دلفتی، آی خدا ببین زبونشو. عظما میخواد چپ کنه واسه امامش دب کنه، بره منقله امامون جلو مرتب کنه. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هیشکی عظما نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد. وقتی اونو توی راه با میدیدیم، یه چیزی گفت ما به بیشش خندیدیم. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هیشکی از ما نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد، آی نفله شد، کی نفله شد؟ زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد.